آخر سفر، سال روز شهادت هشتمین پیشوای تشیع انقلابی، آفتاب جاوید خراسان، علی ابن موسر رضا علیه السلام است. امام رضا پس از شهادت امام موسی کاظم، در شرایطی که ارتجاع ستمگر و غاصب بر شدت خفقان و سرکوب شیعیان و خاندان علی افسوده بود، زمام رهبری شیعیان را به دست گرفت. کشمکش و درگیری بین امین و مأمون بر سر قدرت پس از مرگ پدرشان هارون در گرفته بود و سرانجام مأمون با پیروزی بر برادرش به حکومت رسید و مرو در خراسان را به عنوان پایتخت خود برگزید. وی سپس در صدد برآمد برای کسب اعتبار و جلب نظر مردم، خود را به علی ابن موسر رضا که در میان مردم محبوبیت بسیار داشت ریاکارانه نزدیک کند. پس همین رو توطئه ولایت عهدی آن حضرت را به مورد اجرا گذاشت و امام رضا را به نزد خود در مرو دعوت کرد. این توطئه امام را در موقعیتی قرار می داد که اگر این پیشنهاد را نمی پذیرفت، به لحاظ سیاسی خلع سلاح و در میان مردم منزوی می شد و اگر می پذیرفت، به مثابه مشروعیت دادن به مأمون بود و او می توانست با سهولت بیشتری توطئه‌های بعدی خود را برای نابود کردن جنبش به مرحله اجرا بگذارد. امام رضا علیه السلام با آگاهی نسبت به ماهیت این توطئه و به منظور تبدیل آن به فرصتی برای افشای دشمن و کسب دستاوردهایی در جهت گسترش جنبش و آرمان اسلام انقلابی، عازم خراسان شد و از آنجا که می دانست قدم در راهی بی بازگشت می گذارد، هنگام عزیمت با خانوادش وداع کرد و به صراحت گفت دیگر او را نخواهند دید. کارزار روشنگری سپس در تمام طول این سفر طولانی ادامه یافت و راویان از جمله نقل کردند که هنگام ورود کاروان حضرت رضا به شهر بزرگ نیشابور، 100,000 تن گرداگرد هودج او را گرفته بودند و از همه سو آن را گلباران می کردند. امام رضا در سخنان آن روز خود با مردم توحید را به نقل از پدر و اجداد پاکش و در نهایت به نقل از پیامبر اکرم و کلام خدا چنین بیان کرد: کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. یعنی کلمه توحید دژ استواری است که هر کس در آن داخل شود از عذاب خدا ایمنی یابد. حضرت رضا پس از طی مسافتی دوباره مردم را فرا خواند و درباره حسن حسین و دژ استوار توحید افسود: به شرطها و شروطها و انا من شروطها. یعنی که ورود به این دژ استوار و پناه و ایمنی یافتن در آن شروطی دارد و من از شروط آن هستم. یعنی که دم زدن از توحید سوری نیست و شرط آن پذیرش و گردن نهادن به رهبری انقلابی و مردم گراست که مساقش در شرایط آن روز امام رضا علیه السلام بود. راویان تاریخ این سخن حضرت رضا در میان آن جمعیت انبوه را رو در روی آشکار با نظام جبار و برانگیختن مردم به مقاومت و روشن کردن راه آنان در برابر ستم حاکم دانستند. از آن پس امام رضا علیه السلام در هر جا و هر فرصتی و به رغم تمامی محدودیت‌های رسمی، پرچم پایداری و آرمان عدالت‌خواهانه اسلام انقلابی و مردمگرا را رو در روی جباریت حاکم برمی‌افراشت. از جمله این که می‌فرمود: رحم الله عبدن احیا امرنا، خدا بر آن بنده رحمت آرد
که امر ما و آرمان ما را زنده کند. کار به جایی رسید که پس از 3 سال مأمون دریافت توطئه ولایت عهدی به ضد خودش تبدیل شده و پایه‌های حکومتش را به لرزه انداخته است. از این رو در سال 203 هجری امام رضا علیه السلام را طی توطئه‌ای مسموم کرد و به شهادت رساند.